تو این فیلم میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم که چه شکلی بیایم معادله یک سفر رو بنویسیم. من اینو به دو بخش تقسیم کردم، تیپ یک و تیپ دو، که تو این فیلم میخوام در مورد تیپ یک اینا صحبت کنیم که بعدا متوجه میشیم که چه فرق بین این فیلم و فیلم بعدی وجود داره. وقتی که من میخوام معادله یک سفر رو بنویسم، نیاز به دو تا پارامتر خیلی مهم دارم، یک نقطه روی صفحه و یک برداری که به صفحه عمود باشه که اسمش رو گذاشتیم نرمال. وقتی که این دو تا رو به دست آوردیم، به راحتی از این رابطه میتونیم بیایم معادله صفحمون رو بنویسیم که بچه‌ای عزیز، این بردارهای نرمال من میشن A و B و C مؤلفه هاش و نقطه منم X و Y و Z و A همون نقطه که روی صفحه قرار داره. به تست اول دقت کنیم. معادله صفحه‌ای که از نقطه A1 0 3 میگذرد و بر V 1 3 2 عمود است کدام است؟ خب سوال اومده گفته برو معادله صفحه‌ای رو پیدا کن که از نقطه A بگذره به بردار V هم عمود باشه. دقیقاً همون دو تا پارامتری که من دنبالش بودم. یه شکل ساده بکشیم براش. سعی کنیم که همیشه اینجور سوالا رو با رسم شکل حل کنیم. من یک صفحه‌ای دارم که گفته از نقطه A بگذره، پس نقطه A که روی صفحه است وجود داره و گفته به بردار V هم عمود باشه. دقت کنیم که من همیشه تو سوالم دقیقاً دنبال همین دو تا پارامترم، نقطه‌ای که روی صفحه است و برداری که به صفحه عموده. خب برداری که به صفحه عمود باشه همون بردار نرمال صفحه است که با NP نشونش میدیم که همون 1 3 2 خودمونه. حالا به راحتی با توجه به رابطه‌ای که میدونستیم A در X منهای X به علاوه B در Y منهای Y به علاوه C در Z منهای Z مساوی باشه، به راحتی معادله رو می‌نویسم. A B C همون 1 3 2 ان که بردار نرمال منن، X Y و Z هم که 1 0 3 ان که اگه من جایگذاری بکنم میشه 1 در X منهای 1 به علاوه 3 در Y منهای 0 به علاوه 2 در Z منهای مساوی با صفر. یه ساده سازی انجام بدیم، یه x به علاوه 3 y به علاوه 2 z، یه منفی 1 اینجا داریم و یه منفی 6 میشه منفی 7، میره اون برای تساوی میشه 7. پس این شد معادله صفحه‌ای که از اون نقطه گذشته و بر اون بردار عموده. به راحتی پس من تونستم معادله صفحه رو بنویسم. پس دقت کنیم، برای نوشتن معادله صفحه من نیاز به دو تا پارامتر داشتم، نقطه‌ای که روی صفحه است و برداری که به صفحه عموده که تو این سال خودش داده بود. حالا یواش یواش سوالا رو یه ذره سخت‌ترش می‌کنیم. سوال بعدی میگه معادله صفحه‌ای که از خط به معادله دی x مساوی y و z مساوی با 0 بگذرد و بر خط به معادله دی پریم x به علاوه y مساوی با 1 و y منهای z مساوی با 1 عمود باشد کدام است؟ تو این سال میخوام برم معادله صفحه‌ای رو پیدا کنم که از خط دی بگذره و بر خط دی پریم عمود باشه که خط دی و دی پریم معادلاتش رو به من داده. دوباره با رسم شکل به راحتی میرم سراغ خواسته های مثلم. نگاه کنین، فرض کن یک صفحه پی دارم که خط دی دقیقاً روی اون قرار داره. گفته که خط دی پریم عمود بر اینه. پس من میام خط دی پریم رو عمود به این صفحه رسم میکنم. حالا دقت کنین بچه‌ها، من دنبال دو تا پارامتر خیلی مهمم تا بیام معادله صفحه پی رو بنویسم. یک نقطه روی صفحه، این اولین نقطه‌ای که باید پیداش کنین. این اولین چیزی که بر من خیلی مهمه یک نقطه روی صفحه است. نقطه روی صفحه رو چجوری پیدا میکنم؟ هر نقطه دلخواهی که رو خط دی باشه. روی این شکل که میکشیم خوبیار رو بر ما داره که به راحتی متوجه میشم هر نقطه دلخواهی که روی خط دی بگیرم دقیقاً تو صفحه منم ثبت میکنه. پس فرض میکنم که نقطه آ همون نقطه مورد نظر باشه. حالا من چه شکلی بیام برداری که به صفحه عموده رو پیدا کنم؟ وقتی شکلمو نگاه میکنم میبینم دی پریم اومده به صفحه عمود شده. اگه یادتون باشه این خطها یک برداری داشتن به نام بردار هادی که با خودشون موازی بود یا روی خودشون، که من همیشه اینا رو بخوام رسم کنم روی خودشون رسم میکنم. بردار هادی دی پریمو که اگه بیام رسم کنم میبینم که بردار هادی دی پریم چون خط به صفحه عموده، دی پریم هم هادی اون یعنی یو دی پریم هم به صفحه من عموده. خب منم دقیقاً دنبال همین دو تا پارامتر بودم، یک نقطه و یک برداری که به صفحه عمود بشه که با رنگ قرمز برنگ کاملا مشخصه. خب نقطه دلخواه رو اینو در نظر میگیرم، نقطه ای که میخوای انتخاب کنی x و y اش باید با هم برابر باشه، زدش هم صفر باشه، مثلا 1 1 0 که میشه نقطه دلخواه من. حالا من باید بیام هادی این خط رو پیدا کنم. قبلا یاد گرفتیم این خطایی که دو معادله سه مچوله یکی از پارامترها رو به دل بخواد تی میگیریم، مثلا ایگرگ و تی فرض میکنم. اگر ایگرگ و تی بذارم از حل این معادله ایگرگ میشه ایکس هم میشه 1 منهای تی، ایگرگ هم که خودمون تی فرض کرده بودیم. اینجا اگه تی بذارم و حل کنم زده من میشه تی منهای 1. حالا هادی دی پریمو به راحتی دارم که میشه ضریب تی ها، میشه منفی 1 1 1. پس اینم میشه هادی دی پریم من. خب بردار هادی تو دقیقاً بردار نرمال صفحه است، پس من میدونم نرمال صفحه من همون یو دی پریمه که به دست آورده بودیم، منفی 1 1 1. خب تموم شد. به راحتی دیگه معادله صفحه رو از رابطه مورد نظرش مینویسم. به جای آ مینویسم منفی 1، به جای بی 1، به جای سی 1، به جای ایکس و ایگرگ و زد هم که 1 1 0 قرار میدم، که اگر قرار بدم و یه ساده سازی انجام بدم معادله صفحه به دست میاد منفی ایکس به علاوه ایگرگ به علاوه زد مساوی با 0. خب به گزینه‌ها دقت کنیم بچه‌ها.
الان معادله که من به دست آوردم شد منهای x به علاوه y به علاوه z مساوی با 0. حالا نگاه میکنم به گزینه ها، این معادله که من به دست آوردم تو گزینه ها خودشو نمیبینم، ولی یه ذره که دقت بکنم اگه کل این عبارت در یه دونه منفی ضرب کنم میشه x منهای y منهای z مساوی با 0. اون وقت میبینم گزینه سه دقیقاً همون میشه. پس دقت کنید بعضی موقع ممکنه شما معادله که به دست میارید مستقیم تو گزینه‌ها نبینید، یک ضریبی از اون دو برابر سه برابر قرینه نصف یک ضریبی از اون تو گزینه باشه که هیچ اشکالی نداره. پس من گزینه سه رو به عنوان جوابم در نظر میگیرم. یه تست دیگه حل کنیم. اگر تصویر نقطه B 3 2 منفی 2 روی صفحه P نقطه A 2 1 منفی 1 باشد، آنگاه معادله صفحه P کدام است؟ خب تو این سوال اومده گفته من یک صفحه‌ای داشتم و یک نقطه مثل B، تصویر نقطه روی اون صفحه A بوده. تصویر یعنی اگه من اینو عمود بکنم تصویر میشه چی؟ A. دقت کنیم بچه ها، من برای نوشتن معادله این صفحه‌ای که من دنبالشم گفتم اون صفحه‌ای که تصویرش آ میشه رو پیدا کنین، من میخوام معادله این صفحه‌ای که رسم کردم رو بنویسم. نیاز به دو تا پارامتر دارم، یک نقطه روی صفحه، خب آ روی صفحه است یا بی روی صفحه است. با توجه به شکلی که رسم کردم متوجه میشم که نقطه‌ای که روی صفحه است نقطه آ، پس 2 1 منهای 1، پس نقطه آ رو من دارم. حالا چه برداری به صفحه عموده؟ بردار آب یا بی آ هیچ فرقی نمیکنه. پس برداری هم که به صفحه عموده بردار آب، از آب هم میشه بی منهای که مؤلفه‌اش میشه 1 1 منفی 1. خب بردار نرمال دارم، نقطه رو صفرم دارم، به راحتی دیگه معادله صفحه هم میتونم بنویسم. به جای ای بی سی عدد 1 1 منهای 1 رو قرار میدم، به جای ایکس و ایگرگ و زد هم عدد 2 1 منهای 1 رو قرار میدم. بعد از ساده سازی به معادله ایکس به علاوه ایگرگ منهای زد مساوی با 4 میرسیم که میشه معادله صفحه من. بریم قسمت بعدی سوال دیگه با هم دیگه حل کنیم. صفحه عمود منصف پاره خط واصل بین دو نقطه منهای 1 2 1 و 1 0 1 موازی کدام است؟ محور y، محور z، صفحه xy، صفحه xz. تو این سوال اومده دو تا نقطه به من داده، گفته برو صفحه عمود منصف اینا رو پیدا کن، بگو موازی کدوم یکی از ایناست. دقت کنید اگه من معادله صفحه رو داشته باشم، از روی معادله صفحه به راحتی میتونم متوجه بشم که این صفحه موازی کدوم محور یا کدوم صفحه مختصاته. پس هدف نوشتن معادله صفحه عمود منصف بین پاره خط آب. یه شکل رسم میکنم و خواسته هامو پیدا میکنم و معادلمو مینویسم. به شکلم دقت کنید، من دوتا نقطه دارم، نقاط آ و بی، پاره خط بینشون رو رسم میکنم که میشه پاره خط آبی. من دنبال صفحه عمود منصفم، صفحه‌ای که دقیقاً وسط آ و بی عمود شه، صفحه‌ای که دقیقاً وسط آ و بی بیاد عمود شه. خب من میام یه سفر چیکار میکنم؟ این سفر این شکلی رسمش میکنم که دقیقاً وسط آ و بی اومد عمود شد. حالا سوال اینجاست، من میخوام معادله این سفر رو بنویسم. برای نوشتن معادله صفحه دو تا پارامتر لازم دارم، یک یک نقطه رو صفحه، دو برداری که به صفحه عموده. خب نقطه رو صفحه که به راحتی مشخص شد، وسط آ و بی که مثلا اسمش رو سی میذاریم، این میشه نقطه‌ای که روی صفحه است. بعدی برداری که به صفحه عموده. چه برداری به صفحه عموده؟ با توجه به شکلی که داریم می‌بینیم بردار سی آ، دوست داشتی آ سی بگیر، دوست داشتی سی بی بگیر، دوست داشتی بی سی بگیر، اصلا بی آ بگیر، هیچ فرقی در حل مسئله نمی‌کنه. هر کدوم یکی از اون بردارها رو که بگیری به صفحه عموده، که مثلا من اینجا سی آ در نظر می‌گیرم، اول پس نقطه سی رو به دست میارم که وسط آ و بی، وسط هم که میشه جمع تقسیم بر دو، که من میام این دو تا رو با هم دیگه جمع میکنم، دونه دونه مؤلفه‌هاشو تقسیم بر دو میکنم که حاصل به دست میاد 0 1 1. اگه نقاط آ و بی ایکس و ایگرگ زدشو جمع کنیم تقسیم بر دو کنیم، برداری که به صفحه عمود داره با نرمال پی نشون میدیم، یا سر نرمال صفحه پی که میشه سی آ. سی آ یعنی بر نقطه آ منهای نقطه سی که مؤلفه‌هاش میشه 1 منفی 1 و 0. حالا میام معادله صفحه پی رو بنویسم، آ و بی و سی که میشه نرمال من یعنی 1 منهای 1 0، ایکس سی ایگرگ سی و زد سی هم همون چیه من میشه، میشه نرمال نقطه سی من که ایکس و ایگرگ و زدشن. خب اینجا که جایگذاری کنم این که میشه چند؟ 1 منفی 1 0 که جایگذاری کنم، یه ساده سازی انجام بدیم، به معادله ایکس منهای ایگرگ مساوی منفی 1 میرسیم. ولی دقت کنیم بچه‌ها، سوال نگفته معادله رو به دست بیاریم، گفته این موازی کدوم یکی از این گزینه‌هایی که دادمه. دقت کنین، در فیلم قبلی یاد گرفتیم که اگر تو صفحه یکی از مؤلفه‌ها رو نداشتی، یکی از متغیرها رو نداشتی، با اون موازیه، با محور و موازیه. الان من اینجا چی نمی‌بینم؟ زد. پس قطعا با محور زد ها موازی است. پس اگر صفحه مؤلفه ای را در معادلهش نداشته باشه، با محور متناظر با آن مؤلفه موازی است. دقت کنیم بچه ها، تو معادله صفحه هم زد نمیبینم، پس قطعا صفحه که من دارم موازی محور زد هاست. یک تست دیگه دقت کنیم، معادله صفحه گذرنده از نقطه 1 منفی 1 0 و موازی صفحه x مساوی y به علاوه z کدام است؟ خب تو این سوال اومده گفته یک صفحه‌ای دارم که مثل نو صفحه P
از نقطه آ گفته گذشته به صفحه موازی پپرم هم گفته چیه؟ موازیه. حالا بریم ببینیم معادله این سفر چه شکلی میتونم بنویسم. با رسم شکل دقیقا متوجه میشم که اون دوتا نکته که خیلی مهمه برای من، یک نقطه رو صفحه و یک برداری که عمود به صفحه چه شکلی پیدا کنم. نگاه کنید، من میخوام معادله صفحه پی رو بنویسم. خود سوال چی گفته؟ گفته این صفحه که تو میخوای معادلهشو بنویسی با معادله با صفحه پپریم که معادلهشو داری موازی، از نقطه آ میگذره. پس اول از همه نقطه آ باید درون صفحه پی من قرار داشته باشه. پس نقطه آ رو که مشکلش ندارم، فقط مشکل این که چه برداری به این صفحه عموده. برداری که به این صفحه عموده رو اگه ادامه بدم دقیقاً به پپریم هم عمود میشه. یه نگاه بندازیم چه اتفاقی افتاد. وقتی دو تا صفحه من موازی بود، برداری که به این عمود بود به اونم عمود بود. منم دنبال چیم؟ بردار نرمال. چه برداری به پپریم عموده؟ من میدونم بردار نرمالش، مؤلفه‌هاشو میتونی به من بگی؟ بله، چون من وقتی اینو دارم به راحتی میتونم اول ایگرگ و زد میارم یه طرف، گفتیم همه متغیرها در صفحه یک طرف باشن. حالا به راحتی میتونم نرمال صفحه پپریمو پیدا کنم، یک منفی یک منفی یک. این برداری که تو داری اینجا میبینی به صفحه پپریم عموده. حالا این صفحه این بردار اگه امتداد بدم به این یکی هم عموده. پس چه اتفاقی افتاد؟ وقتی دو تا صفحه موازی باشن، نرمال پی با نرمال پپریم هیچ فرقی نمیکنه. نرمال یعنی برداری که عموده. وقتی دو تا صفحه موازی هم برداری که به پپریم عمود بشه به پی هم عموده. پس نرمال پپریم با نرمال پی هیچ فرقی نمیکنه. پس نرمال پی هم میتونم همون یک منهای یک منهای یک در نظر بگیرم. خب تموم شد. دیگه الان به راحتی میتونم معادله صفحه پی رو بنویسم. به جای ا و بی و سی مؤلفه های نرمالم یک منفی یک منفی یک قرار میدم. به جای نقطه آ هم ایکس ا ایگرگ و زد ا رو قرار میدم که یک منهای یک صفره. وقتی که این کار انجام میدم و صد سازی میکنم میشه x منهای y منهای z مساوی با دو. با من به راحتی میتونم معادله صفحه پی رو نوشتم. یک تست دیگه با هم دیگه حل کنیم. معادله صفحه گذرا از نقطه 1 منهای 1 3 و موازی با صفحه x y کدام است؟ دوباره این سوال شبیه سوال قبلیه و این تفاوت که اومده گفت صفحه تو موازی x y، یعنی تنها فرق کردن معادله صفحه رو هیزر خاصش کرده. بریم دوباره حل کنیم. من یک صفحه دارم، یه محور مختصی صفحه دارم که با x y موازیه. این x y صفحه که من اینجا دارم میبینم. حالا صفحه رو باید پیدا کنم که از نقطه آ بگذره و با اینم موازی باشه. خوب دقت کنید، وقتی دو تا صفحه موازیه، برداری که به این عمود باشه به اینم قطعا عموده. یه سوالی، x y چه برداری بهش عمود بود؟ توی فیلم قبلی اصلا با معادله این صفحه آشنا شدیم. معادله صفحه x y چی بود؟ z مساوی با 0. گفتیم صفحه x y چون هیچ وقت توش z نداره قطعا معادلش میشه z مساوی با 0. خب نرمالی نمیشه ضریباش. ضریباش چیه؟ 0 0 1. پس این میشه نرمال صفحه پی. چون پی با پپری موازیه، به تو سوال قبلی یاد دادم وقتی دو تا صفحه موازی بودن، برداری که بین عموده بینم عموده. چه برداری بین عموده؟ 0 0 1. پس همون بردار بین یکی هم باید قطعاً چی باشه؟ عمود باشه. پس نرمال پپری من میشه 0 0 1. حالا دیگه به راحتی معادلهشو مینویسم. آ در x منهای x ا به علاوه b در y منهای y ا به علاوه c در z منهای z ا که به جای a و b و c 0 0 1 قرار میدم. به جای x y و z هم که 1 منهای 1 و 3 قرار میدم. از حل معادله و ساده سازیش به دست میاریم که z مساوی با 3، که من تونستم معادله این سفرم به دست بیارم.